برگزاری مراسم های عروسی در افغانستان پرهزینه است و بسیاری از جوانان به همین دلیل نمی توانند تشکیل خانواده دهند. برخی از جوانان افغان می گویند که مصارف شیرینی خوری و عروسی ها در کشور گزاف و کمرشکن بوده و دولت باید قانون مصارف عروسی را به صورت عملی تطبیق نماید. برخی از این جوانان که هنوز قادر به تشکیل خانواده نشدند می گویند که در بیشتر موارد فامیل دختر خانواده پسر را مجبور به مصارف زیاد در محافل عروسی و شیرینی خوری می کنند. نکنیم تصمیم برای عروسی نگرفتیم چون که مصارفی قذافی که رسم رواجی که در اینجا هست نمیتونیم دیدیم که نمیتونیم که ما عروسی کنم. خود دلیلش فقر اقتصادی یکی دیگه رسم رواجی خیلی زیاده که مثلا پول مخوایا و دیگه غیر ازو رسم رواجی که مثلا مردم برو نان بیتی یا بخیش قومی فامیلی دختر بیتی دیگه غیر ازو خیلی رسم رواجی است که ما نمیتونیم چیزی که با خود دیدیم نمیتونم. در صورتی که ما عمل کارمند دولت هم هستم، ماهانه 10000 افغانی معاش دارم، اما با این 10000 افغانی نمیتونم که ما پول جمع‌آوری کنم که تایی که عروسی کنم. این در حال است که چند روز قبل ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در یک اقدام کم سابقه برای نخستین بار مراسم عروسی 37 زوج جوان را در این ولایت برگزار کرده بود. این مراسم عروسی دست جمعی به هدف مبارزه با سنت‌های ناپسند و کاهش مصارف گزاف عروسی برگزار شده است. هدف اساسی ما این است که ما بتوانیم با استفاده از فرهنگ در نهادی نبکنیم تا اینکه ما از مصارف گزاف عروسی را خواسته باشیم. با توجه به اینکه در هر عروسی که در محلات برگزار میشه دو لکسر اگر خانه در عروسی خیلی کمترین مصارف را در واقع برمیداره. برخلاف مراسم های معمول عروسی در بامیان که با هزینه صدها هزار افغانی برپا می شود، جشن عروسی گروهی این 37 زوج جوان ساده ولی پرشور و دیدنی بود. 37 داماد تقریبا هیچ پولی برای عروسیشان هزینه نکرده بودند. برای خانواده عروس توانستیم خودم شخصی با کسب اجازه هر طرفه توانستیم که رضایت اینا را جلب کنم و بدون خودم پیسه چی عروسی خود را بندازم. با آنکه در قانون برگزاری مراسم های عروسی در افغانستان پرداخت و گرفتن جهیزیه و تویانه بلند منع شده است، اما هنوز هم در بسیاری ولایت این کشور این قانون تطبیق نمی شود. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که به منظور کاهش مصارف عروسی و نهاده نشدن مراسم های ازدواج گروهی در افغانستان، این برنامه در چند ولایت کشور اجرا خواهد شد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان.